Yusuf'un dermanı. Kuyuda gizli gördüğüm rüya mı, hayal mi, gizmi? Derman sonsuz bir umman, yok ismi. Kuyudan saraya bir yoldur uzanır, bilmeyen kendini ıssız çölde sanır. Aşıklar bu yoldan sultanına varır. Yusuf gönlüne gönül, Rabbine yakınır. Koy gönlünü ortaya, silinsin beni uzak diyarlarda. Duyulsun günü dudaktan dudağa, söylensin türkü. Gönül sonsuz bir umman, yok ismi. Kuyudan saraya bir yoldur sanır, bilmeyen kendini ıssız çölde sanır. Aşıklar bu yoldan sultanına varır. Yusuf gönlüne gönül, Rabbine yakınır. Saraya bir yoldur uzanır, bilmeyen kendini ıssız çölde sanır. Aşıklar bu yoldan sultanına varır. Yusuf gönlüne gönül, Rabbine yakınır. شبا این بدو مفتودی نقشه اینو پوکی در سر داشتاش رو درک نمودن. مادامی که درک نمودی پس چرا با من نگفتی؟ ابله حقوقی گفت زده ندارید. کودک رو یافتم گفته تاخی رو با عثمان پردوتید. ابله خودی شمایید. تو با سردارت چه خلقت میزنی؟ چه خلقت سردار؟ از این پر سرداری من استی، سرداری باقی حیوانات هستی. در اکشاید آقای پلیس. تشکر زیاد. کنی راه گرد یوسف، راست به خانه بابایت میرویم. میرم اکای سالیم. بابایم ممکن خیلی خواتیر شدن. خوش آمدید آقای صدری. خوش باشید، روز بخیر، احوالتان چخیر؟ یکان شکایت دارید؟ چخیر شکایت؟ و ما جای زیست مهیا نمودید و از این زیاد خوبی میشود. استغفرالله. من وظیفه‌ام رو میکنم. کاری من تنها امانت‌هایی به من داده رو به صاحبانشون برگردانیدن است. خوش آمدید آقای صدری. خوش باشید خانم خاندان. به همه تون روز بخیر. مرحمت کنید. تشکر. زینب شب به اینجا آمدنی بود به دیدار بینی. میخواست اسما رو بیند. بله. شب نبیره اتان آمده بود. لیکن به خانه بر نگشت. به من هم خبر نداد. خواتیر شد. راست. من خودم به شما زنگ زدن میخواستم. خانم زینب اسما رو با بیمارخانه برد. با بیمارخانه؟ چی با او یگان واقع شد؟ دیر شب ناگهان ناتوب شد. سلامتیش خوب ننمود. وقتی خواستم او رو با بیمارخانه برم نبیره اتان آمد. من خودم میبرم گفته او رو گرفته برد. بعد به تو زنگ نزد؟ نه جناب، زنگ نزد. خواتیر شدم. شاید با بیمارخانه خودمون برده است. با آقای دکتر زنگ زن اجان. خوب شده سردار. زینب چرا به من خبر نداد؟ هیچ چیز رو نمیفهمم آخیر. تمام شب انتظار شدیم، حالا هم بیدار نشده است. حاضر به خود می آید. یک داروی دیگر مونده است. آخرین سوزن دارو رو با او می گذاریم. از این می براید که تنها چند روز دیگر موند. همین یک دارو برایش کفایه است. Thank you.
عجبا پس از این در حقیقت نیت کشتنی بابایت رو میکرده باشد؟ البته میکند، عقل او رو من اداره میکنم. در مدتی کوتاه بابایم به اون دنیا سفر میکند و مال و ثروتش به من میماند. فهمیدم آقای دکتر، با اونجا نرفتند. شاید با دیگر بیمار خونه رفتند. من همچنین فکر دارم، اما نمیدونم برای چی زینب با من زنگ نزد. شما غم نخورید آقای صدری، حتما معلوم میگردد. انشاءالله. من با اوش خانه میروم، شاید با اونجا رفتن. تو نراحت نشو خانم خاندون، از پسی کارهای چو. مایلش آقای صدری. چی شد سردارم؟ یکون نوخوشی شده است؟ البته شب زینب با اون زن رفتند، اما در کجا بودنشون رو هیچ کس نمیدوند. کنی یک به زینب زنگ زن. حوزیل با فکرم از اومدنم اون آگاه شدن زنگ میزند. جواب نمیدی؟ اهمیت نده، در بیمارخانه بودم نشونیدم. میگویم برای من نه، برای این زن خواتیر شدند. کمی صبر کنند، دیگر اصل و از هم جدا نمی شوند. حتی یک جایی به اون دنیا سفر می کنند. جواب نمی دیاد. این دختر مرا خواتیر می کند. خانوم زینب اون زن را از کجا می شناخته است آقای صدری؟ در اصل خودم هم چیزی را نفهمیدم. فقط زینب اون زن رو به خانه میارم گفته بود، اما راستی نمیدونم با اون زنی بیچاره چی رابطه دارد. انشاءالله احوال اون زن خوب است. پاک و تازه هم تو نیز مثل آنهای دختر دل صافی، این رفتارت تو را به مکان دل خواهد می برد. تو فقط ایمانت را از دست مده، اصلا از مهر و محبت دست نکش. تغییرات هست؟ مورو میشنخته باشد. اپا دادر و خوهرتون رو نشنختید؟ نه خود نشناسم. چی شد؟ چرا این طور نگاه میکنید؟ یا مورو فراموش کردید اپا جون؟ مگر این طور میشود؟ نه خود کس برادر و خواهر خودش رو فراموش کند. بچه اون در کجا بودید؟ خواتیر کردید ما رو. در همه جو شما رو میجوستیم، ترسیدیم که با شما یک ناخوشی روی داده است. برای سیر و گشت از خانه بر اومدم، بعد راه رو گم کردم. باید تو حاضر برمیگشت، حتما یکو ناخوشی شده است. چی خیلی ناخوشی آقای یعقوب؟ پلیس های سفراهی مویه میکنند. بگذار من آرام نشسته نمیتوانم. چه
چرا میخیزی؟ نزدی در منتظر میشوم. نه آخیر، شما بمورید. با نزدی در رفتن میخواهم. من میگویم که بمورید آقای یکو. نمیخواهم، بالایم رو نپوشان. شما مثل کودک رفتار میکنید. تو باشی مربیه ای من شدی. چرا این طور میکنید آقای یکو؟ در درون چی گپی هست؟ آقای یعقوب تماما تغییر یافتند. اگر یوسف کمی دیگر دیر کند از کپیتان گپ میشنویم. بهترش تو رفته اونها را آرام کن. راست میگید، عاقبت این جنجالشان خوب نیست. مرا رنجاندید آقای یعقوب. اصلا تو مرا رنجاندی. به همه کارم زید میبرای خانم فریزه. برای خوبی شما کپیتان، بیمارید، شمال میخورید. در این وقت نخود شمال خورم. فصل بهار است کپیتان، با گرمی آفتاب باور نکنید. درست میگویم. چی خیل بودنی بهار را گویا من نمیدانسته باشم. از شما چند سال کلانم، باز شما به من گر نشان میدید. ما دیگر اصلا آشتی نمیشویم آقای یعقوب. بله، همین طور از خانم. کپیتان گوش کنید کپیتان، گم نزدنتون بهتر از کپیتان. در عمرت باری اول گپی راز گفتی آقای سردار. یوسف اومد، یوسف اومد، بیایید. یوسف اومد، یوسف اومد. یوسف جانم، خوش آمدی، خوش آمدی. شیر بچه ایم قهرمانم اون اومده است. خودمونی بد رو دستگیر کردی. همهشون جزایشون رو میبینن به مکسردون. شیر بچه ایم دست بده که مونید به نزی بابای اشرفم. اومده بوز با ما جنجل نکنن. راست بگنید مرم در همان دم دم بابایم تو رو انتظار است. زودتر دم بابا جان، من اومده بابا جان. مرم شو جانی من. خوب هستی پسرم؟ خیلی خوبم بابا جان. گریه نکنید بابا جان، من همه این جای مخی. ناگهان گم شدی، تو را دزدیدند، با تو یگان ضرر می رسانند گفته خواتیر شدم. شما حق هستید بابا جان، با شما خبر ندوده من از اون آدمانی بعد رفتم. اجرای وظیفه هم باشد شما را زیغ نمودم، مرا ببخشید. تو را پزمان شدم یوسف، خیلی. من هم شما را پزمان شدم بابا جان. مین بعد از هم جدا نمیشویم انشاءالله. انشاءالله یوسف جان، انشاءالله. شما چطور مرا یافتید؟ چطور به اینجا آمدیم؟ هیچ چیز را در یاد ندارم. شب به خانه همون رفته بودیم. اون را هم در یاد ندارم. زیرا تو بیمار بودی، بیهوش و بیاد بودی. هیچ چیز را در یاد ندارم. بعضی واقعه های از سرگذرانده ام را فراموش کردم. گویا در خواب دیدم. گویا وقت برای من نمی گذرد. بعد باز به حیات بر می گردم. هیچ چیز را نمی فهمم. به این اهمیت نده. مهم یک دیگر رو یافتیم. گمان کردم که هرگز شما رو دیگر نمی بینم. خیلی ناامید شدم. با خواست خدا با آقای صدری شناس شدم. و شما کار و جای خواب مهیا کردند. از کجا می دونی؟ یا اینکه شما رو یافت؟ با آقای صدری گفته بودم که دادر خواهر دارم. بله، با کمک او شما رو یافتیم. زینب همراه اون کس کار میکند. نخواد. آقای صدری خیلی شخصی سخاوتمند است. او خیلی انسان خوب است. بکم بغلون دست یاری دراز میکند. شما او رو نمیدانید. آقای صدری یک انسانی بیوجدان است. خیر و سخاوت رو برای روی اصلیش رو پنهان کردن میکند. نفهمیدم. چرا این طور میگویی؟ زینب همش رو به شما نقل میکنه. دبا
امروز همه حقیقت رو خواهید فهمید. در آخر با کمک یوسف آنها گناهشان را اعتراف نمودند. چیزهای نقل کرده اتون مثل افسانه اند آقای کمیسر. البته قهرمانی اساسی باشد یوسف است. راست، همکارم کارش رو خوب انجام داد. دیگر آدمانی بد رو همراه دستگیر میکنیم مکه سلیم. من با تو اجازت نمیدیم یوسف. با اجازت شما باید روم، کارهایم زیادند. بی‌ملال آقای کمیسر. میدونم که شما رازیق نمودم، مرا ببخشید. پس از صحت و سلامت آوردنی نبیرم زیقیم گذشت. سلامت باشید، خدا نگهبان. خواهش میکنم ناراحت نشوید. تو باشی از نزد بابای دور نرو یوسف، من میرم. نغز مانید. وحید آقای کمیسر از شما مینت داریم. باز بیایید آقای کمیسر. این خانه ما خانه شما، سلامت باشید آقای کمیسر. البته میایم، نخود همکارم رو خبر نگیرن. خوش آمدید آقای کمیسر. از اون آدم ها نترسید یوسف؟ اگر نترسیدم گویم دروغ میشود بابا جان. البته ترسیدم، اما نهان داشتم. در اونجا یک شیر بود، بسیارتر از اون ترسیدم. چی گپ شد یوسف؟ حاضر بابا جان. در شما تشکری زیاد. استغفرالله، وظیفه هم از نظمانی. مرحمت جانم. اکای سلیم، اکای سلیم. باز چی شد؟ چیزی رو فراموش کردم در فکرم. اکای سلیم. بخیر است یوسف، چی شد؟ همچون همکار با من یک چیز وعده داده بوده. اکای سلیم، فراموش کردید؟ چهل وعده بوده است؟ باید مادرم رو میجستید. او را نخواد فراموش کنم همکار، مانده شدی. خواستم امروز استراحت کنی، پگاه آماده مسلحت میکردم. هر چی زودتر از پی جستجوی مادرت میشوم. راست میگید؟ البته راست میگویم. اکای سلیم، به شما باوری دارم، مادرم را یابید. خواهیش میکنم. مگر این خانه آقای صدری نیست؟ بله، مکانی زیستی آن شیطانان همین جاست. نترسید، بیایید اپا. من در اینجا کار میکنم. گفتم که او خدمتگارشم. با او چی شده است؟ عجیب، نمیدونم. با بابایم باوری دارد. یعنی کارمون دشوار شده است. چی شده پا؟ من این خونه رو میدونم. از کجا میدونید؟ خواب هایی که به شما نقل کرده بودم. خونه ای در خواب دیدم، من همین خونه بود. صاحب خونه باشد، صدری نام داشت. در خوابتان قاتل شوهر و فرزندتون رو دیده اید. نفهمیدم. اینجا خونه دشمنی ماست. این چی خواه می شود؟ حالا هم باور نمی کنید؟ قاتلی همسر و فرزندتون، آدمی که آیله همون رو پراکنده نمود، صدری است. لیکن او انسانی خوب می نمود. در اول ما هم باور نکردیم، اما وقتی که پرسجو کردیم حقیقت آشکار گشت. قاتلانی آیله همون آدمانش. آدمانش؟ شما نترسید، صدری ما رو نمی شناسد، کی بودن همون رو هم نمی داند. اکنون تو بیرو دمیر. مایلش. اما همین تقدیر ما رو با دشمنمون روبرو ساخته. پا یه چیز رو نمیفهمم.
بیهوده کوشش نکنه. بعضی حدیثه ها بعد معلوم میگرده. اکای سلیم مدرم رو میابند همینطوری بابا جان؟ البته میابند، با خواست خدا میابند. اگر لازم شود به همه ماموران فرمان بدهند مدرد را جستجو میکنند. اگر خانم زلیخا هم پیدا شوند انا بعد کودک از همه خوشبخت میشوید. البته میشود. میخواید که یوسف مادرش را یافته ما را ترک کند؟ این چی معنا دارد خاله فریزه؟ یعنی ما را فراموش میکند گفتنی بودند. در دوره های قدیم همین طور میگفتند. نخواهش مرا فراموش کنم. من هم تو رو دوست می‌دارم، اما مهری مادر تماما دیگر از خورای فریزه. نه خود ندونم یوسف، همه همون مادر داشتیم. شوخی کردم. مهری مادر از همه بالاتر است یوسف جان. همین طور بوده است بابا جان. پس از غیب زدنی مادرم درک نمودم. مادرم هر قدری از من دور باشد، مهری و اصل از قلبم دور نمی‌شود. غمگین شدنشان را حس می‌کنم، عذابشان را احساس می‌کنم. بعضن حس میکنن که مادرم گیریه میکنن، من هم گیریه میکنم. پیوسته برای مادرم رو یافتن دعا میکنم. میترسن که پیش از مادرم رو یافتن با او یگان حدیثه این نشود. بس یوسف کفایه، حاضر مرا هم گیریان میکنی؟ در این خیل روزی خورسندی این خیل گپ نزن یوسف. خیزید بچه ها، یوسف رو با سیر و گشت میبریم. براستی بابا جان با سیر و گشت میرنیم؟ با سیر و گشت. آقا یعقوب راست میگوید، از روز یوسف آمده است برایش کاری نکرده ایم. خوب میشود، هم مامون هوای توزه بگیریم. کنی یوسف، رفته لباس هایت رو کش. مایلش بکنجم. بله بودیم. او علیف است، یاردمچی شیطان. این طور نگوی میشنود؟ نمیشنود، کر و گنگ است. یعنی برای فهمیدن باید بلا بی آدم نگاه کن. با این دختری بیچاره چی شده است؟ من کردم. نگر، آدمی که جای تو رو گرفتنی سن اینجاست. بس کن زینب، برو از اوب نده. دیلتان با او نسوزد. با شما چی شد؟ من شما رو نمی فهمم. یا قاتلانی شوهر و دختر و اون شب رو فراموش کرد؟ فراموش نکردم. آن شب رو فراموش کرده نمی شود. انتقام می گیرید؟ بله می گیرم. اول شیطان رو، بعد یاردم چیش رو می کشید، همین طور نه؟ بله، هر دویشون هم می میرند. اکنون دلم آروم شد. السلام علیکم سیزی، سلام علیکم با کلی تماشابنین سامونای عبدالجبار رجی. دوستی عزیز، امروز اویاکسی خیمه توسیتون میتونم که با دیل خونه پرابلینوی روی دنیا مصاب بلی داریم. انا میتونین زنگ زنین در نمیروی واتساپی راسیا در واتساپی توجیکستان.
هر دی نمبر رو کور میکنم و سپوش مرحمت زن زنین خدم در خدمتونو. انشالله بلی تو را چی سوانه رخی چون بتونین اوی کسی خدم دست راست کنین. خدم نگوانتون. فاتح سلطان محمد وقتی فتح استانبول در اینجا نماز خونده است. چی چیزهایی رو تو میدونی؟ آفرین یوسف. بیایید بیایید. کودک در جایش نمیسته. خیر چیکار کند، اینجا خیلی زیبا است. فهمو، اما من مونده شدم. راستش رو گویم من هم مونده شدم. شما به نزد کاپیتان روید، من با یوسف سیر و گشت میکنم. میلش میلش. اینجا کجاست امک یحیی؟ مقبره مولانا در قانیه. پدرش با دهم پشتش به حضرت ابوبکر میرسد. مادرش باشد از اولاد پیغمبرمان است. یکی از سببهای در دنیا محبوب و معلوم شدن مولانا انا همین است. از من رنجیدی؟ بله کمی رنجیده ایم. از من نرنجید، شما دوستان من هستید. کپیتان کمی با ما دوغ زدید تبام. خیر چیکار کنم، یوسف نامد از گفته قهرم را از شما گرفتم. خیریت کمی بهتر شدید. طبعتان خوش می دواید. البته به خورسندی او نگاه کنید. همین که زنگ زدم زود آمد. اگر مرا نبرم گوید شما حیرون نشوید. او خودش رو آدمی خوب نشان می دهد. حاضر شما رو هم دخترم می گوید. باز اپا و خواهر بودنمون رو نگوید. سیرمون رو فاش نکنید. فهمیدید؟ حتی رویش رو دیدن نمی خواهم. می خواهم خودی حاضر جانش رو گیرم. خودتون رو به دست گیرید. شما مرا خواتیر کردید. حاجت به خواتیر شدن نیست. او رو به اینجا آوردم اما شما از من نرنجیدید. خوب کردی زینب. خوش آمدی دخترم. چی حال داری؟ احوالت خوب است؟ بهتر است. فقط کمی سرش شرخ می زند. خیلی خرسند شدم. ما با شما خوراک تیار میکنیم. این خیل نکنید اپا، اگر فهمد همش برباد میرود. باید مثل مار باشد. کی زهر زدنتون را او باید نفهمد. انا دیدید آقای یاکوب شمال خوردید. نکند که بیماریتون زیاد شود. خانم فریزه جزایتون میدید. من میخوام که هر روزی با یوسف گذراندم خوش باشد. میدانم که روزهایی و شما را ماندند. این چه گپ است ها کپیتان؟ روزهای آخیر به شما چی شده است؟ چرا این طور میگویی؟ امک یحیی، این کودکا چرا چنینند؟ آنها بیمارند یوسف. چرا موی سر ندارند؟
بیماریشون همین خیل است. وقتی تبابت مویهایشون میریزند، بنابراین برای احتیاط ماسک میکشند. این طور باشد بیماریشون وزنین است. بله همین طور. خدا شفا دهد. آمین. چرا خوراکت را نخوردی یوسف؟ اشتها ندارم خلای فریزه. چی شد؟ یگان جا درد میکند؟ نه خوبم بابا جان. آخر تو خوراکت رو تو آخر میخوردی کو؟ خیلی سایر کرد مونده شده است. برای همین اشتها ندارد. نه امکی یحیی، آن کودکان رو فکر میکنم. از سرم بیرون نمیشوند. آدمانی به مثل ما سالم عمرشان رو میگذرانند. لیکن آنها چی کار نکرده باشند؟ برای این حالمون به خدا چه قدر مینداری نکنیم کم است. بله یوسف همین خیل است. آن کودکان صحت میشوند؟ چرا نمیشودند جانم؟ آنها هم تبابت میگیرند، خدا شفایشون میدید انشالله. اما آنها کمی فرق میکردند، مثل دیگر بیماران نبودند. در اصل بیماری آنها کمی وزنین است، تبابتشان پولی زیاد طلب می کند، اما البته اگر چاره های ضروری را دیده توانند نتیجهش خوب می شود. نباشد کودکانی که پول ندارند چیکار می کنند؟ جواب دهید بابا جان. نمی دونم یوسف. آخر ما دختر نیستیم که پسرم. به فکرم فهمیدم، کودکانیم به پول تبابت کردن نمی شوند. خدا کمکشان کند. آمین. خوراکتون تیار. تشکر دخترم. کو بیا به این آدمی پیر کمک کن. به نظرم از آمدنت خرسند نیستی. یکون شکایتی ندارم. یگان مشکلی نبرامده است؟ همهش از روی نقشه است. در وجودش کینه و نفرت رو بیدار کردم. اکنون با بایم راهی نجات ندارد. خیر کارش رو حل میکند. اگر با او باشد خودی حاضر. خیلی خوب، چرا انتظاری؟ اگر جنایت رو در روزهای از تأثیری دارو برامدنش اجرا کند، بعدی آن نه مرا میشناسد نه با بایم رو. خیلی خوب، ما هم از این کار خوش میبرویم. عینن همین دار. خیلی میلش تو رفت، نمیخواهم که اونها تنها من. میلش، اما از تو خبری خوش رو انتظارم. شما برای خودتان طبق نگذاشتید. ما با زینب در آشخانه میخوریم. در قلبت دردی داری؟ نه جناب. تو دختری خوش معامله و صمیمی بودی، رفتارت تغییر یافته است. چیزی باطنی تو را سیاه میگرداند، فهموندن نمیخوای. من میگیرم. با این دختر چی شده است؟ آخر به جای نو آمده است. حالا عادت نکرده است بابا جان، همهش خوب میشود. به این میده چیده اهمیت ندهید، خوراکتان رو خورید.
معلوم می شود که در زیر این روی مسعوم شیطان پنهان شده است. قصاصم رو از او می گیرم. خوابی خوش یوسف. و شما هم بابا جان. اما من آروم نیستم. فکر و خیالی تو به آن کودکان بند است. بله خاله فریزه. تو کودکی رحم دیلی. اما از دستی ما چی می آید؟ کنی اکنون چشمانت رو پوش خواب رو. خدایا، در حقیقت از دستی من چیزی نمی آید. اما اگر تو خواهی همه چیز می شود. التماس، برای با آنها فایده رساندنم به من کمک کن. می خواهم آن کودکان هم تبسم کنند. آخر وقتی آنها بیمار باشند من چطور خرسند نگردم. ای خدای مهربانم، تو به همهشون شفای کامل بده. بسیار عصبی نشوید، آروم شوید. نمی توانم، برایش نگاه کردن نمی خواهم. در فکری کشتنش هستید؟ بله. پگاه مصلحت میکنیم. نقشه اینیز کردنش رو پگاه میکشیم. من در حجره دیگرم. اگر یکون چی شد خبر دید. مایلش زینب. نه ترس دخترم. درت رو کشوده دیده گفتم یک خبر گیرم. برای تو آخر خیلی غمگینم. میدونم چیزی رو در خاطر نداشتنت تو رو ناراحت میکند. عصبی شدنت برای همین است. میدونم این طور زندگی کردن خیلی مشکل است. میفهمم. من دیگر زندگی نمیکنم. فقط نفس میکشم و خلاص. مقصد زندگی کردنم قاتل دختر و شوهرم رو یافتن و از او قصاص گرفتن است. خدایا خداوندا، با این دختر چی شده است؟ آن دختری خوش معامله و با آداب کجا شد؟ گویا او را عوض کرده باشند. او عجلی توست بابا، اما تو حالا هم نمیدانی. یعنی به خوبت هم در آمدند. میخوای از حالشون خبردار شوی؟ بله بابا جان. از دستت چی میآید؟ میخوام کمکشون کنم. اما کی سردار؟ از من کمک خواستند. خیلی خوب، اما تو با آنها چی کمک کرده میتوانی؟ من هرچی از دستم آید میکنم. شاید با نفر خیرخواه پیدا شود. مادرم دایمون میگفتند که برف رو کلا
لوله نکرده آدمی برفی سوخته ناممکن است. در کدام بیمارخانه بودنشان را میدونی؟ اما که یحیی میدونند. اما امکی یحییات امروز در کار هستند. وقتی به نزد یکی سلیم میرویم او هم میآید. از آنجا برآمده مرا به بیمارخانه میبرند. از راه برای آن کودکان دارو میخریم. تو نقشه کارت را کشیده ای؟ خیر، بیمارخانه را یافتیم. آخر برای داروها پول لازم است. میدونم بابا جون. من نفهمیدم که برای چی تو مرا سوپی سهر به پا خیزانیده ای. دارید آقای سردار؟ باز یه اماش این قدر است. Thank you.
به مادرت مانند است یوسف؟ اینان مثل مادرم مکه سلیم. یک تای دیگر به من هم میدهید؟ البته. اکنون چی کار میکنی مکه سلیم؟ تو دیگر هیچ کار نمیکنی. در باره مادرت هر چی که میدانستی گفتی. اکنون اون طرفش کاری ماست. مادرم را زود میابید همین ترنی مکه سلیم. یوسف من مکه سلیمت کارش رو کند؟ گوش کن. اینجا شهری کلان است. این کاری آسان نیست. به فکرم باز انتظار میشوم. گوش کن یوسف. اکنون ما رسم و معلومات های مادرت رو در کمپیوترمان داریم. اینها را به همه شعبه های پلیس تقسیم میکنیم. میفهمی؟ خانم زلیخا را در همه جا جستجو میکنیم. کارتون دیر دوام میکند. شاید روزهای نزدیک تو را جیغ زنم. این قدر انتظار شدم. چند روز دیگر هم انتظار میشوم. مرحمت کمیسر. مرحمت گیر یوسف. مادر جانم. انشاءالله به نزدیک شما رو میابم. تمام. همش به آخر رسید. حقیقت یا خوب بودنش چی اهمیت دارد؟ مهم حسیات و کینه و نفرت را از قلبت دور کردن است دخترم. و تو مهربانی می زیبد. بی محبت نمی شود دخترم. زیرا که دل انسان با نفرت نیو با عشق می تپد. تشکر زیاد بچه جان. یوسف تمامی شب خواب نکرده فکر این بچه ها رو کرده است. میگوید که این بچه ها کمک میپرسند، برای همین آمدیم. بسیار کودکی با مهر بوده است. اکنون برای آنها دارو میخرید، آنها شفا میوبند. همین طور نه دکتر؟ کاش همین طور آسان میبود. کاش آنها با دارو صحت میشدند. یعنی این پول فایده ای نمیدهد؟ میدهد البته، اما برای آنها پول زیاد لازم. دارها خیلی قیمتن. حالا پیش از همه برایشون بیمارخانه لازم است. چرا؟ برای آنها نگاه بین و شرایط مخصوص لازم. زیرا آنها خیلی حساسن. ما نیاز داریم که بیمارخانه این نوی بسازیم. اما همش از مبلغ وابسته است. مبلغش چیست؟ یعنی پول. یوسف جان پول. پول برای ساختن بیمارخانه ندارید؟ مبلغ جمع میکنیم اما نمیشود. اهالی همون زیاد است ولی شاید آدمان از این کار خبردار نیستند. متاسفانه با این را ساختن بیمارخانه خیلی مشکل است. برای ساختن بیمارخانه تون چقدر پول لازم است؟ پول زیاد لازم است یوسف جان. زیاد؟ لیکن چقدر؟ 10 میلیون دلار. بیا رفتیم یوسف، وقتی خانم را نگیریم. خوش باشید. تا بازدید. تا بازدید. تو بودی. لطفاً کیفیتن سیخر کرده تون رو از محاسبه ات گیری. رفتیم. برای کمک دستو می نداریم یوسف. نمی ارزد خانم. برای ساختن بیمارخانه چقدر پول لازم بوده است؟ من نفهمیدم. 10 میلیون لازم بوده است. 10 میلیون پول زیاد است؟ خیلی هم زیاد است. یک کم از پول. یعنی همون قدر پولی که حتی در خوابت هم ندیده ای. شما ایستید، من از محاسبات که ویتن چه گرفته برمیگردم. مایلش آقای یحیی. با کودکان کمک کرده نمیتوانیم گفته زیغ شدی. البته زیغ شدم. چخیل زیغ نشوم. زیغ نشو. هرچی از دستت میامد کردی.
آخر ما بغیر از چهار تنگه دیگر چیزی برای دادن نداریم. پسرک اگر خواهی به بچه ها کمک کرده می توانی. آخه چی دور میکنم، برای ساختن این بیمارخانه پول زیاد لازم بوده است. تو التجا کن، البته جوابش را می شنوی. در هر قدمی که سوی خدا می گذاری از جانب خدا دستگیری را حس می کنی. باید از ته دل دعا کنی و خواهش کنی، آنگاه خدا تو را بی جواب نمی ماند. مادرم همچنین می گفتند. بچه ها، آن پول رو می یابم، به شما وعده می دهم که آن پول رو می یابم. Yusuf'un dermanı kuyuda gizli, gördüğü rüya mı hayal mi gizmi, derman sonsuz bir umman yok ismi. Kuyudan saraya bir yoldur sanır, bilmeyen kendini ıssız çölde sanır. Aşıklar bu yoldan sultanına varır. Yusuf